یک دو سه، یک دو سه. رند دادن. درود بر شما، بامداد نکو باشه. بامداد یک شنبه 19 شهریور ماهتون مصادف با 10 سپتامبر سال 2023 نکو باشه. این چیه؟ این 190 روز مونده به پایان خبر امروز، اما چرا صفرش مربعه؟ به خاطر اینی که توی مک OBS فارسی رو پشتیبانی نمیکنه. من همیشه دوست دارم فارسی بنویسم، ولی دیدم صفر رو میتونم به جاش مربع بزنم، واسه همین اومدم یه کمی نوآوری کردم واسهتون. امروز زادروز رپرمون شاهین نجفیه. زادروزت مبارک بشه، که خیلی موافق داری و بسیار بسیار بیشتر مخالف. دمتون گرم که حامی خبر امروز هستید. بپردازیم به بخش در چنین روزی. اما قبلش اعلام بکنم که مراسم پوشش زنده آیفون سر جاشه، سه شنبه ساعت 8 شب، 8:30 شروع میشه. ما از 8 شب لایو میشیم تو توییچ. بیاین دور هم بشینیم، صفایی کنیم، حرف بزنیم، زنده با هم عشق کنیم. یه سوالی ازتون دارم. من اگر بخوام یه وبینار بذارم و در مورد یه چیزی به شما آموزش بدم، مثلا به مدت 2 ساعت وبینار، دوست دارین اون چیز چی باشه؟ دوست داری از اهورنیازی چی یاد بگیری؟ تو بخش کامنت ها برام بنویسید. البته من کوچیک شمام، ولی به هر حال یه عمری سپری کردم، یه چیزایی یاد گرفتم این وسط. دوست داری اون چی باشه بهت بیاد بدم؟ عشقی؟ بریم خبره چیز در چنین روزی. دقیقا در چنین روزی 10 سپتامبر 1990 33 سال پیش اولین موتور جستجوگر اینترنت لانچ شد، چیزی تحت عنوان آرکی. البته که اون موقع اینترنت به شکل امروزی نبود، این یک سرچی بود برای فایل های آرشیف های FTP که موجب میشد به این داده ها سریعتر دسترسی داشته باشه. این داده ها در World Wide Web نبود، www، اوکی؟ یعنی نمیتونیم بگیم عیناً اولین موتور جستجوگر اینترنتی مثل یاهو یا گوگلیه که امروزه میشناسیم، ولی به هر صورت اولین موتور جستجوگر در اینترنت بوده، اینترنتی که به شکل امروزی نبوده. متاسفانه روز گذشته زلزله‌ای به بزرگی 6.8 ریشتر در مراکش اومده و جان بیش از 2000 نفر از مردم این منطقه، این کشور، به علاوه تخریب بسیاری از سازه‌های باستانی این کشور رو رقم زده. از کشور روسیه، اوکراین، هند اعلام کردن که ترکیه اعلام کردن که ما همراهتونیم و به شما کمک میکنیم. این لحظه زلزله هست. چند گذشته رو مردم به سبب ترس از پس لرزه ها کاملا زیر تو بیرون خوابیدن، داخل منازلشون نبودن. پلیس در تلاش که با اعزام نیروهاش و بسیج کردن نیروهاش مردم رو از زیر آوار بیرون بکشه. خوندن این خبر من یاد زلزله سرپل ذهاب انداخت. ساعت 9:20 کرمانشاه بودم من این زلزله اومد و ساعت 1 شب ما سرپل ذهاب بودیم. اولین جایی که رفتیم به صورت کاملا اتفاقی، چون شهر رو من نمیشناختم، رفتیم مسکن مهراش و بیشترین آمار مرگ و میر و تخریب در همونجا اتفاق افتاده بود و خیلی صحنه های دردناکی بود، خیلی صحنه های دردناکی بود. اولین ویدیو از این زلزله رو من تو اینترنت آپلود کردم، خیلی هم وایرال شده بود. خب متاسفانه هر آن چیزی که یعنی فایده ای نداشت این کارا، سعی میکردیم فقط کمک رسانی بکنیم. روزگاران بسیار تلخی بود و برای تمامی این عزیزان آرزوی صبر داریم و سلامتی. دیروز خبرش رو کار کردیم، امروز ادامهش میدیم. وانیوی 6 که داره برای گوشه های سامسونگ عرضه میشه، 3 برتری داره نسبت به رابط کاربری های قبلیش. اولیش تغییرات بصری جذابیه که این گوشی داشته، این رابط کاربری داشته. موردی که هست مثلا شما زمانی که الان دارید فایل صوتی گوش میدید، یک ویو فرم داینامیک دارید پویا، اینجا به صورت خیلی زیبایی میاد توی بخش کویک ستینگ گوشیتون نمایش داده میشه. همچنین بخش آب و هوا، اپلیکیشن آب و هوا باز هم پویا شده. بخش کویک ستینگ که بخش بسیار پرکاربردی در گوشی های کلا موبایل هست، اون ریدیزاین شده، باز طراحی شده. ببینید سمت راست اندروید 13، سمت چپ اندروید 14. اینم تغییرات دیگه شه.
بخش ادیتش اون بالا اومده و به این ترتیب. مرحله بعدی ارتقای اپ دوربین هست. اپ دوربین از لحاظ رابط کاربری ارتقا پیدا کرده، رزولوشن ها، نسبت های تصویری رو راحت تر میتونید تغییر بدید. همونطور که میبینید تصویر سمت چپ اندروید 14، تصویر سمت راست اندروید 13. مدل گوشیتون چیه؟ اگر A54 دارید زودتر از S22 ها آپدیت دریافت میکنید. اینم ویجت دوربین هستش. یه چیزی رو در جریان باشید که کلن اندروید 14 خیلی تمرکز داشته رو ویجت ها. ویجت ها خیلی کارآمدتر از قبل میشن. اتحادیه اروپا به اپل فشار آورد که آقا تو باید درگاه شارژ تو USB کنی تا به صورت یونیورسال و جهانی تمام درگاه های شارژ دستگاه ها یکی بشن و جلوگیری بکنیم از آلایندگی الکترونیک. اپل هم گفت باشه، اما از اونجایی که اپل یه داستان جدید روش سرش پیاده کرد، گفت آقا من فقط اجازه میدم کابل شارژ هایی با من کار کنن که تاییدیه MFI داشته باشن. همین قضیه مورد چی میشه؟ همین قضیه موجب این میشه که یک حجمه عجیبی از کابل شارژ تو خونه شما اتفاق بیفته. شما کابل شارژ تایپ سی داری ولی فقط برای آیفونت کار میکنه، البته برای اندرویدت هم کار میکنه، ولی اونی که برای اندروید کار میکنه برای آیفون کار نمیکنه. اون تاییدیه اسمش چی بود؟ MFI Made for iPhone. اگر اهل بازی کردن با کامپیوتر باشید، استیم 18 عنوان بازی رو رایگان کرده. به شدت پیشنهاد میکنم برید سر بزنید و عشق کنید دیگه. لینک این پست در بخش دیسکریپشن قرار گرفته که عناوین این 18 عناوین رو با هم ببینید. البته این خبر برای دیروزه، ما امروز میخونیمش. گوگل 25 ساله شد. استارتاپی که از گاراژ شروع کرد و الان به غول بزرگ اینترنتی تبدیل شده. دمشون گرم. تصاویر جدیدی از پرچمدار اقتصادی سامسونگ با نام S23 FE در اینترنت منتشر شده. ظاهر A54 و A34 و A14 عین هم دیگه است. عین S23 هاست. FE هم به همچنین باید منتظر باشیم که عرضه بشه. قیمت 663 دلار. 5G اینا رو که پشتیبانی میکنه هیچی. اسنپ دراگون 8 نسل 1، نمایشگر 6.3 اینچی، 8 گیگ رم، 256 گیگ حافظه داخلی. هواوی میت 60 پرو پلاس در چین عرضه شده، مدل حرفه‌ای تر از پرو با یک تغییر کوچولو در ساختار بدنه. نمایشگر جفتشون 6.8 اینچی LTPO OLED هستش. یک کوچولو در رزولوشن با هم فرق میکنن، فقط نسخه پلاس ترکم پیکسلی یه ذره بیشتر داره، 440 نسبت 423 که اصلا با چشم قابل تشخیص نیست. باتری ها عین هم دیگه هستن، چیپست عین هم دیگه هستن. نسخه پلاس 16 گیگ رم، 512 گیگ حافظه داخلی تا 1 ترابایت. نسخه پرو از 12 گیگ شروع میشه. از لحاظ دوربینی یک کمی متفاوت تر از هم دیگه هستن، ولی یک کوچولو میتونیم بگیم نسخه پلاس بهتر باید بیاد عملکردش توی دوربین چک بشه. قیمت این دستگاه 1228 دلار است دوستان عزیز. 1228 دلار برای گوشی که گوگل نداره. منم هستم. پلی استیشن 5 پرو تاریخ عرضه، قیمت، مشخصات و هر آن چیزی که از PS5 پرو باید بدانیم. خودنمایی گوشی گلکسی A25 سامسونگ در بنچمارک گیک بنچ. خالق پاورپوینت به علت ابتلا به سرطان ریه از دنیا رفت. آخه روزهای تولد یکسان، مسئله ریاضی غیرمنتظره در طول جام جهانی فوتبال زنان، نگاه مدیران شاتل درباره قیمت بسته‌های اینترنتی، دولت از کیسه خلیفه می‌بخشد. ماجرا از این قراره که دولت گفته که نباید افزایش قیمت تعرفه بدید، ولی این قضیه برای بخش خصوصی صرفم. ایشون همچنین گفتن که نمی‌شود با ریال 7 سال پیش فروخت و با دلار امروز هزینه را پرداخت کرد. دانشمندان یک گوی طلایی عجیب و ناشناخته را در کف اقیانوس آرام کشف کردند. در عمق 3.3 کیلومتری، در عمق 3.3 کیلومتری از اقیانوس آرام یه شیء طلایی پیدا کردند که انگاری یه پوست داره و داخلش یه سوراخ داره. بعد نمیدونه که بازو رو بهش بزنه از بین میره یا نه. بازو نمیزنه، دارن مکشش میکنن. نگاه کن. ساخت جهان‌های مجازی سه بعدی با هوش مصنوعی مولد ممکن شد. اوه وای.
فکر کن خود دنیای سبودی بسازی، بعد ببریش تو فضای متاورس و تجربهش کنی. چه عجیب. مایکروسافت با همکاری پیج بزرگترین مدل هوش مصنوعی تشخیص سرطان را می‌سازد. حالا یه خبر دیگه بخونم. تکلیف به معاونت علمی در پیشنویس سند هوش مصنوعی. از راه اندازی شرکت های یونیکورن هوش مصنوعی حمایت کنید. بالاتر داشتم خبر شاتل رو میخوندم دیگه، که میگه آقا من نمیتونم تعرفمو این شکلی پایین نگه دارم، هزینه های شرکت هم بالاست، من باید شرکت هم رو بهبود ببخشم. بعد تو فکر کنم مثلا اینترنت موزله تو ایران. هند اسمش شد بهارات. دانشمندان برای اولین بار کلیه انسان را در خوک‌ها پرورش دادند. خفن بود. خبر امروز به پایان رسید. دوستتون دارم. ساعت 7:28 است. نظری انتقادی چیزی دارید؟ هرگز دریغ نکنید. دستم خورد ویدیو رو قطع کردم. خدایا رو نگهدارتون. خداحافظ.